به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود نثار تک تک شما عزیزانی که بیننده برنامه است کی بپرسم هستین. آرزو دارم که صحت و سلامت باشین و در هر کجایی که هستین لباس عافیت به تن داشته باشین. و یک سلام برای اوی ده کسانی که در خارج از کشور هستن، امیدوارم که روزا را به خیر و خوبی در کنار فامیلتون سپری کرده باشین. مثل همیش ما 6 اشتراک کننده 55 امتیاز و 3 چراغ سبز برنامه داریم و در نخست میریم با اشتراک کننده های خود آشنا بشیم. سید وسیم متعلم، سید قیصر متعلم، سید میثم محصل، احمد سمیر متعلم، فیصل متعلم، سید مقدس محصل. برگشتیم به ادامه برنامه و قسمی که شما هم بینید هستین. 6 اشتراک کننده امشب در برنامه با خود داریم و این 6 اشتراک کننده به 2 تیم تقسیم شدن و امشب بین هم رقابت دارن و تا ببینیم که از این 6 اشتراک کننده کدام یکی از اشتراک کننده ما میتونه به مرحله بعدی بره و برنده 15000 افغانی از برنامه ما باشه. بسیار زود خوش آمدین. اولا خوب هستین؟ بخیر آمدین. چطور هستیم شب؟ آماده آمدین؟ دقیقاً. کی چی فکر میکنین از بین شما 6 اشتراک کننده کدامتون میتونه به مرحله بعدی بره؟ دست خدا بلند کنم. هر کس تلاش کنه دیگه. کلا ما پیران خما کسی نمیبینم دستش بلند باشه. میثم جان بله. شما متعلم هستین یا محصل؟ ما محصل هستیم. کدام رشته؟ محصل 15 طب. بسیار خوب. نام خدا، نام خدا. چی قرابت دارین؟ سید قیصر بچه مامایم، سید وسیم هم همچنان بچه مامایم، بسیار خوب، سید مقدس بچه مامایم و فیصل جان همراه احمد سیار یکی از دوستایم هستیم. دوستای جان هست، بسیار خوب. امشب دیگه همراه بچه های مامای تو دو دوستت آمدی. بله. از بچه های مامایت کدام شو بیشتر دوست داری؟ همه شان رو بیشتر دوست دارم. اما فرق میکنه دیگه هر کدامش. کدامش بیشتر است؟ خب این دو تا کس از مکه در ازگک هست، امرای مقدس جان جرعه بزرگ کردیم دیگه. یعنی خب اونا رو بیشتر دوست داریم. اونا رو بیشتر دوست داریم. بسیار خوب. بسیار. از دوستایت کدامش؟ از دوستای من دوتایشان دوست داریم. خب در مرحله اول از شما بسیار سوالات آسان میپرسم و ما مطمئن هستم که سوالات جواب میتین و میریم به مرحله بعدی که مرحله بعدی ما مرحله اسکی بپرسم است. و در مرحله بعدی باید شما نقل نکنین، کوشش کنین و دقت بیشتر داشته باشین که جوابای درست بر ما بدین تا یکی از شما اشتراک کننده بره مرحله بعدی و برنده 15000 افغانی از برنامه ما باشه. آماده هستین که برنامه رو شروع کنیم؟ بله. خب اولین سوال را من از احمد سمیر میپرسم. سمیر جان، اکثرا کدام روزها مردم برای تفریح میرن؟ روز جمعه، روزای عید. آفرین. روزای نوروز. آفرین. کف بزنین به افتخار احمد سیار. سیار جان خودت 10 امتیاز به دست آوردی. سوال بعدی را از وسیم جان میپرسم. وسیم جان، واحد اندازه‌گیری زمان چیست؟ ساعت. آفرین. خودت 10 امتیاز به دست آوردی. تشویقش کنم. فیصل جان، مترادف واژه کوچک چیست؟ پارک. آفرین. کف بزنین به افتخار فیصل. چرا شما تو کف نمیزنین؟ چرا؟ چیز گفت نیسته. خیلی چرا کف نزدی؟ هیچ نموت تو. اما تو؟ باید کف بزنی. اما تو چرا؟ سعیز باز بعدا کف میزنی. چرا خیال نزدی؟ حالا فکرم نشد. فکرت نشد. از خودت چطور فیصل؟ من خودم جواب دادم دیگه. خود جوابم که دادی باید به افتخار خود کف بزنی. همین قسم باز کف میزنی افتخار خودت. سعیز دیگه تیره محکم بسیار. فیصل جان خودت ده امتیاز برست و جوابت هم درست است. قیصر جان. بله. آماده هستی که سوال بپرسم؟ بله. متضاد واژه گرمی چیست؟ سرد، سردی. آفرین. کف بذارین به افتخار قیصر جان. مقدس. مقدس جان آماده هستی که سوال بپرسم؟ بله. تعداد بازیکنان یک تیم فوتبال به چند نفر میرسد؟ 11 نفر. آفرین. کف بذارین. خودت فوتبال دوست داری مقدس؟ بله. کدام تیم؟ کل تیم‌ها رو دوست دارم، بخصوص تیم‌های خود افغانستان رو زیاد دوست دارم. بسیار خوب. از افغانستان کدام تیمه؟ لیگ برتر است. همین تیمایی که داخل خود افغانستان برگزار میشه اینا رو زیاد دوست دارم. بسیار خوب. سوال بعدی را از سید میثم جان میپرسم. میثم، فاروق لقب کدام یار پیامبر صلی الله علیه و سلم بود؟ عمر فاروق بود. بله؟ عمر فاروق. آفرین. کف بزنین به افتخار میثم. میثم جان جواب خودت درست است و خودت 10 امتیاز به دست آوردی. و قرار است که از احمد سمیر بپرسیم. سمیر، سوال ازت میپرسم با یک شرط. درسته. شرط قبول داری؟ ببینم چی از شرط.
شرطی است که وقتی که خودت جواب گفتی باید کف بزنی به افتخار خودت. با یک شرط دگام است. بگو. و خودت باید برام یک فکویی بگویی. فکویی خود نمیشه. شیر. شیر سعید. بسیار خوب میشنویم از خودت. دانی که عمر جوانی چیسان گذشت، زدود آنچنان گذشت که تیر از کمان گذشت. نیم از در راه عشق، نیم از در راه عشق عاشقی تمام شد. نیم دیگر از در خواب غفلت گران گذشت. کف بزنیم افتخار سمیر جان، بسیار جاد مقبول سمیر. تشکر. فعال باید ازت سوال را بپرسم. بفرما. معمولاً اعضای یک فامیل را کدام اشخاص تشکیل میدهند؟ پدر و مادر. آفرین دیگه. برادر، خواهر. آفرین. دیگه. بابا، بی بی کلان. کاکا، مادر کلان، ماما. کاکا، ماما. کف بزنین به افتخار سمیر. وسیم جان، سوال بسیار زیاد آسان است چون مرحله اول است. افغانستان از کدام کشور استقلال خود را به دست آورد؟ روسیه. یک. اندستان. همکاری داشته باشه این امرای وسیم. اندستان. انگلستان. نزدیک کردی خودت. هم قافیهش گفتی هندستان. انگلیس. انگلیس. انگلستان. آفرین. کف بزنیم به افتخار وسیم. این کف زدنهایتان هیچ جور نشد. ما از لوگر آمدیم صحبت دیگر بیخی چیز انرژی بود در آره. واقعا از لوگر آمدیم؟ یک ما و فیصل جان که داریم خود کابل هستیم. ما وطن رفته بودیم. دوستای ما از پیشی لوگر آمدیم. بسیار خوب، بسیار جد خوش آمدیم. خسته نباشیم. نباشیم. از کجای لوگر آمدیم؟ ولسوالی خوشی. کجا؟ ولسوالی خوشی قریه سادات آبتک. بسیار خوب. چی آوردین بر ما از لوگر؟ جوابات سوالات. بسیار خوب، واقعا همین که خود رساندین اینجا بسیار از برما تشکر که آمدین. سلام خب، سوال باید از فیصل جان بپرسم. فیصل جان، یک شبانه روز چند ساعت است؟ 24 ساعت. آفرین، کف بزنیم به افتخار فیصل. فیصل جان، از شیر کدام لبنیات بدست می آید؟ از شیر؟ ماست. آفرین. چکه. آفرین. دیگه از شیر دو 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 غشی نمیشه. قروت، قیماق، قیماق، قروت، غیره غیره. کف بزنیم به افتخارش. مقدس، مقدس، از شروع برنامه تا حال خنده داری؟ شاید هم تا داغه داشته باشم. نه انشاءالله. بسیار خوب است، اما تو پر انرژی. یکم شوف طبیعت است. مذاقی ساتیر است. بسیار خوب. مقدس جان، معمولاً از کامره برای چی استفاده میکنیم؟ از کامره برای عکاسی، برای فیلم برداری. آفرین. برای دیگه اینمی دو چیز استفاده میشه، برای ثبت صدا، ثبت تصویر. آفرین. کف بزنیم به افتخار مقدس. مقدس، آفرین، خودت ده امتیاز به دست آوردی، بسیار جات خوب پیش میری. و سوال بعدی، البته آخری سوال از مرحله اول از میسم جان. از حیوانا کدام حیوانا دوست داری؟ از حیوانا پشک. 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 پشک را دوست داری. چرا؟ خوشم میاد. سوال بسیار جالب است. خنددار ترین فکاهی که تا حال شنیدی چی است؟ بر ما بگو. فکاهی؟ یک. چرا وصف میشه؟ ملا نصرالدین. خیلی بجایید مقدس میگه، مقدس خودت بگو. همین فکایی خوب است که برای کس توهین هم نشه. میگه یک نفر در درخت چنار بالا شده بود، باغ بسته چنار بود، توت میخورد. نفر آمد پیشش گفت چی میکنی؟ گفت توت میخورم. گفت دیوانه شده در درخت چنار، توت از کجاش؟ گفت من دیوانه نیستم، تو به ساده هستی، جیبم از توت پر است، اینجا بالا شدیم که کس از من نخواهی تنها میخورم. بسیار خوب، کم بزنیم بسیار مقدس. آفرین مقدس، بسیار خوب. میسم جان، اینا رو برای سوال ازت سوال اصلی رو میپرسم. سوال اصلی رو بپرسم. او رو خواستیم که از خودت فکایی بشنیم، اما متاسفانه خودت نگفتی، به جایت مقدس جان گفتن. درست؟ درست. حیوانی را نام ببرید که خوردن گوشت آن حلال باشد. گوسفند، گاو. آفرین. گامش، امثال هم. کف بزنین به افتخار میسم. میسم جان، جواب خودت درست است و خودت ده امتیاز به دست آوردی. ما هم میریم سراغ یک میان برنامه کوتاه، زود برمیگردیم.
سید وسیم 70 امتیاز، سه چراغ سبز. سید قیصر 70 امتیاز، سه چراغ سبز. سید میثم 70 امتیاز، سه چراغ سبز. احمد سمیر 70 امتیاز، سه چراغ سبز. فیصل 70 امتیاز، سه چراغ سبز. سید مقدس 70 امتیاز، سه چراغ سبز. خوش برگشتین بیننده های عزیز. به ادامه برنامه از کی بپرسم قرار است که مرحله بعدی ما یعنی مرحله دوم از کی بپرسم از اینجا آغاز شد و دو تیم بین هم رقابت کنند تا یکی از اشتراک کننده ها به مرحله بعدی بره تا برنده 15000 افغانی از برنامه ما باشه. خب در این بخش برنامه شما دوستایتان سر زنگ ببرین. سوالی که من ازتان میپرسم اگر جوابش را میدانین زنگ را فشار بدین و کسی که زنگ را فشار بده زمام امور به دست خودش بیاید و میتونه که برام بگه که از کی بپرسم. درست؟ آماده هستین که سوال را ازتان پرسم؟ بله. واحد پولی کشور اسپانیا چیست؟ یک. آفرین فیصل. دلار. یک. دو. سه. میتونین تغییر بدیش. چهار. و پنج. فیصل جان متاسفانه اولین چراغت سرخ میشه و در امتیازت کم. جواب درستش یورو بود. آه یورو. تشویق کنین. سوال بعدی را که من میپرسم بجود از فیصل شما پنج اشتراک کننده میتونین زنگ را فشار بدین در صورتی که جواب را میدانین. درست؟ من سوال را میپرسم دقت داشته باشین اگر جوابش را نمیفهمین زنگ را فشار ندین که مثل فیصل جان وره چراغتان سرخ میشه. دقت داشته باشین در سوال. متضاد واژه ظالم چیست؟ آفرین سمیر جان. مظلوم. آفرین جواب درست است. خود دن تیاز و دست آوردی. سمیر خود دن تیاز و دست آوردی و فعلا هم زمام امور به دست خودت است. از کی بپرسم؟ از قیصر جان. از قیصر جان. قیصر جان. بله. قیصر جان در یک سال شمسی چند ماه آن 31 روز می باشد؟ یک. سه ماهش. دو. دو ماهش. سه. پنج ماهش. چهار. و پنج. شش ماهش. خودت گفتی دو، چهار، سه، پنج، شش. کدامش؟ شش. شش مطمئن استی؟ ها سهیست. اگر چی؟ نقل خونه رسید. نه؟ نقل رسید. جواب درست است. کف بزنین با فخار قیصر. قیصر جان جواب درست است. خود ده امتیاز داده سوردی. از کی بپرسم؟ از خود سمیر جان. از خود سمیر جان. در پرچم کشور آلمان کدام رنگ ها وجود دارد؟ یک. سرخ، زرد. دو. سفید، آبی. چند سه. رنگ شد؟ سه. اومو سرخ و زرد. سه رنگ است. خودت زرد و سرخ گفتی یک دیگه. چهار. آبی. و پنج. خودت آبی را انتخاب کردی. مطمئن هستیم؟ مطمئن. متاسفانم. متاسفانه سمیر جان که جوابت درست اولین چراغت سرخ میشه و در امتیازت کم. جواب درستش زرد، سرخ، سیاه است. سیاه. که تو خود خودت زرد و سرخ را درست گفته بودی و بعد آبی گفتی به جای سیاه. کف بزنین به افتخار قیصر. قیصر جان از کی بپرسم؟ از مقدس جان. از مقدس جان. مترادف واژه آفتاب چیست؟ ابری. یک. دو. آفتاب. معنی آفتاب چیست؟ سه. نور. چهار. و پنج. متاسفانه مقدس اولین چراغ سرخ میشه و در امتیاز کم. مترادف واژه آفتاب شمس است. کم بزنید رفت خواهی خیتر. چی گفتی مقدس؟ گفتم نزدیک شده بودی. نزدیک شده بودی. قیص جان، قیصر جان از کی بپرسم؟ از فیصل جان. یک شعر از برات میخوانم. خودت باید بگوی که از کدام شاعر است. بی آزاری و راستی برگزین چو خواهی که یابی بداد آفرین. این شعر زیبا از کدام شاعر است؟ یک. سعدی. دو. سه. چهار. بدل. و پنج. فیصل جان متاسفانه که چراغ دوم خودتان سرخ میشه و در امتیازت کم و این شعر از فردوسی است. کم بزنین به افتخار قیصر. قیصر جان از کی بپرسم؟ سوال سخت است آسان. سوال مچم. مچم. خز سمیر جان پرسان کن. از سمیر. سمیر جان خودت یک چراغ سرخ داری و دو چراغ سبز. بله.
دقت بیشتر داشته باش که چراغت سرخ بمانه. سرخ بمانه یا سبز؟ سبز بمانه. آماده استی؟ بله. حدیث مصدر چندم شریعت است؟ دوم. یک. سوم. خودت دوم و سوم گفتی. آه. و انتخاب اول دوم بود. دوم بود. پس جواب چیست؟ دوم است. دوم است. خب چرا سوم را انتخاب کردی؟ چون تو ادامه داده. یک دوم بام بیشه کردم. سوم گفتم. آفرین. جواب درست است. خودت ده امتیاز برست آوردی. میتونی بر ما چهار مصدر شریعت بگوی سمیر؟ چهار مصدر. یکی قرآن کریم است. آفرین. یکی حدیث است. فقه است. یک دیگهش فعلا در یادم نیست. اجماع امت. اجماع امت. و چهارم شما قیاس است. و کف بزنین به افتخار سمیر. یک کف منظم. سمیر جان فعلا زمام عمر به دست خودت است. خودت ده امتیاز هم به دست آوردی. از کی بپرسم؟ از سید وسیم. از وسیم جان. وسیم، علم عقاید به ذریع کدام دلایل ثابت میگردد؟ یک، دو، حساب کنین، سه، عقیده، چهار، عقیده و پنج. متاسفانه که اولین چراغت سرخ میشه و در امتیاز تام دلایل قرآن و حدیث و دلایل قطعی. جوابشو میدونی خودت؟ کف بزنین به افتخار سمیر. سمیر جان. بله. از کی بپرسم؟ از سید میثم. از میثم جان. میثم جان نام خود هر سه چراغت سبز است. کاپیتالیسم چی نوع نظام است؟ کاپیتالیسم یک نظام. دو، نظام خودخواهی. سه، کاپیتالیسم. چهار، شاهی. و پنج. یک چانس هم برات دادیم که خودت استفاده درست کرده نتونستی. اولین چراغت سرخ میشه و در امتیاز کم. کاپیتالیسم نظام سرمایه‌داری یا اقتصادی را میگن. تشویق کنیم سمیر جان. سمیر جان از کی بپرسم؟ سید قیصر. از قیصر جان. قیصر جان، عامل اساسی در تغییر اقلیم افغانستان چیست؟ کوهاش. یک. دو. خوشتا امی که کوهاش از دیگه. و پنج. اولین چراغت سرخ میشه و در امتیازت کم و جواب شما ارتفاع است. و کف بزنین به افتخار سمیر. از کی بپرسم؟ از سید میثم. از میثم جان، مهتاب در چند ساعت یک مرتبه به دور زمین میچرخد؟ 24 ساعت. آفرین، جواب درست است. کف بزنین به افتخار مهتاب. میثم جان خودت ده امتیاز به دست آوردی و زمام امور هم به دست خودت است. از کی بپرسم؟ از فیصل جان. از فیصل جان. فیصل جان، قبل از اینکه من ازت سوال را بپرسم، اگر خودت بر ما یک شعر یا فکویی بگی بسیار خوب میشه. خب یک فکویی میگم براتون. حتما میشنویم. نفر بود مریض بود به شفاخانه، حالتش وخیم بود. وقتی که همو نفری که پایوازش بود، دکتر برآمد، پایوازش پرسان کرد از دکتر که مریض ما چطور شد حالتش. دکتر برش گفت، گفت که مریضتان بسیار میخواست که زنده بانه، خب ما نمانده که زنده بانه. کم بذاریم به افتخار فیصل. بسیار جالب بود فیصل جان. و میریم طرف سوال. فیصل، در قرآن کریم برای زن چند نوع حق میراث ذکر شده است؟ یک، دو، سه، چهار و پنج. یک، دو، سه، کدامش؟ یکش درست است. دو نوه. سمیر جان، چرا نقل میتیم؟ مطمئن هستی نقل نداریم؟ نه. پس کف بزنین به افتخار فیصل، جواب درست است. فیصل جان از کی بپرسم؟ قیصر. قبل از اینکه سوال را من از قیصر جان بپرسم، میریم طرف یک وقفه کوتاه، زود برمیگردیم. گردیم.
سید وسیم 60 امتیاز، دو چراغ سبز. سید قیصر 70 امتیاز، دو چراغ سبز. سید میثم 70 امتیاز، دو چراغ سبز. احمد سمیر 80 امتیاز، دو چراغ سبز. فیصل 60 امتیاز، یک چراغ سبز. سید مقدس 60 امتیاز، دو چراغ سبز. برگشتیم به ادامه برنامه. از کی بپرسم؟ بیننده های عزیز و قسمی که بیننده هم هستین، هر دو تیم واقعا رقابت دارن تا یکی از اشتراک کننده بره به مرحله بعدی. قیصر جان، باید سوال را از خودت بپرسم، پس دقت داشته باش. بهارستان اثر کدام شاعر است؟ یک، از دو، مولانا. سه، حساب کنین شما هم، چهار و پنج. متاسفانه دومین چراغ سرخ میشه و در امتیاز کم بهارستان اثر عبدالرحمن جامی است. کف بزنین به افتخار فیصل. ای کف زدن شما درست نشد، یک کف بزنین منظم. فیصل جان، از کی بپرسم؟ از میثم جان. میثم جان، ماشین بخار در کدام قرن ساخته شد؟ یک، در قرن دو، قرن سه، هشتم میلادی بود، چهار، نوزده و هجده، پنج. نوزده بود. خودت هشتم، هجده، نوزده، نوزده برای انتخاب کردی، کدامش؟ یک را انتخاب کن. نوزده بودی؟ خب بیست را انتخاب کردی؟ متاسفانه که دومین چراغت سرخ میشه و در امتیاز کم و جوابش هم در قرن 18 بود. کف بزنین به افتخار فیصل. آفرین، خودت خوب پیش میری. از کی بپرسم؟ از سید وسیم. از وسیم، غنی به کدام خلیفه اسلام خطاب میگردید؟ عثمان. آفرین، کف بزنین به افتخار وسیم جان. وسیم، جواب درست است و خودت در امتیاز به دست آوردی. از کی بپرسم؟ از احمد سمیر. سمیر جان، بله. حکیم سخن لقب کدام شاعر است؟ یک، حکیم سخن، دو، سه، مولانا، چهار و پنج. متاسفانه دومین چرا خودت صحبت میشه و در امتیازت کم و جواب درست شما فردوسی است. کم بزنید به افتخار وسیم. وسیم جان، از کی بپرسم؟ نام نداره. فیصل جان بپرسید. از فیصل، به طرف شرق آریانای قدیم کدام تمدن ها قرار داشت؟ یک، اخامنشی، بودایی، دو، سه، چهار، پنج. متاسفانه خودت با گرفتن این چراغ سرخ از برنامه حذف شدی و جواب درست هم هند و چین بود. کف بزنیم به افتخار وسیم. فیصل جان، خودت اولین اشتراک کننده هستی که از برنامه حذف شدی. اگر کدام پیام داشته باشیم؟ کدام پیام خواست ندارم. یک پیام خود برای ما بسیم. با همین جوانای افغانستان که میرن به خارج سفر میکنن، در وطن خود بمانن و وطن خود آباد کنن. تشکر کنیم. وسیم، از کی بپرسم؟ از احمد سمیر. از احمد سمیر، واحد پولی کشور کویت چیز؟ خودت دو چراغ سرخ داری و یک چراغ سبز، پس دقت بیشتر داشته باش. 5 ثانیه وقت داری. یک، یورو، دو، پاوند، چهار، پاوند. متاسفانه که با گرفتن این چراغ سرخ خودت از برنامه حذف شدی و جواب خودشم دینار است. دینار. کف بزنیم به افتخار وسیم. وسیم، از کی بپرسم؟ از میثم جان. از اون طرف میشه دیگه، تا اون طرف. میثم جان، خب میثم جان، خودت یک چراغ سبز داری، دو چراغ سرخ. سوالی که من ازت میپرسم سوال مشکل است، چون در مرحله سوم برنامه هستیم. مترادف واژه روشن چیست؟ روشن، تاریک. مترادفش، معنیش، یک، نور، دو، نور، روشنایی، سه، روشنایی، چهار، روشنایی. مترادف روشن، روشنایی، چهار و خب گفتم تاریکی، روشنی، پنج. میثم جان، معنیش خواسته بودم، معنی روشنی را به خود تاریک گفتی. متاسفانه با گرفتن این چراغ سرخت از برنامه حذف شدی میثم جان، و جوابشام تابان، آشکار، بارز، واضح. و اگر کدام پیام داشته باشی میثم،
میتونی به او کم رفت؟ امارات. مشکل نیست. و پیام از دولت امارات اسلامی است که برای جوانان زمینه کار مساعد کنند تا که به طرف خارج نرن. و پیام دو تا پیام است که یکیش گفتم زمینه کار مساعد کنند و پیام دومی است کمی مکتبای دخترانه که بنده است ایرا باز کنند، چون که اکثریت جایا فامیلا هر کس میبینیم که در خانه ششته و دخترایی که مثلا مکتب نمیره کلشان تشویش های روانی گرفته، یعنی از زندگی دلشان سرد شده، باید مکتبایشان واسه شده تا به وطن ما مصدر خدمت شوند، چون وطن ما به کارمندهای طبقه اوناس هم ضرورت دارن. امید است که پیام ما برسه به گوش مقامات و رحم خدا شده که مکتبا رو باز کنیم. تب داریم به خطور مجتم. خب، وسیم جان، از کی بپرسم؟ خودت میثم رو هم حذف کردیم. از مقدس. از مقدس. مقدس چرا خنده داری؟ هیچ. باز هیچ. سینه بسیار خوشخوی هستی خودت مقدس. از دسته که غم دیدیم خوشخوی شدیم، به او خاطر دیگه به درد نمیخوریم. تیغ. جگرخونی به درد نمیخوریم. یک خاطره بد زندگیت بر ما قصه کن مقدس. نیست، خاطره بدم. آمیان خود گفتیم از یاد غم دیدیم. یکی از غمهایت بگو بر ما. نمیتونیم دیم غم ها را گفت. خب بسیار خوب گفته که نمیتونی. خوب از همه تو خوشبوی باش. ما سوال برات میخوانم. درست؟ بزرگترین صادر کننده نفت در جهان کدام کشور است؟ یک. عربستان. آفرین مقدس، جواب درست است. نفت بزنیم. مقدس خود ده امتیاز بده ساوردی و از کی بپرسم؟ از قیصر. قیصر جان، خودت دو چراغ سبز داریم، یک چراغ سرخ. خودم من درست گفتم یا اشتباه؟ نه شما میبینه، شما درست گفتین، من خواست تر دیدم. آه برعکس، من اشتباه گفتم. خودت دو چراغ سرخ داری و یک چراغ سبز. پس دقت داشته باش. سوال برات میخوانم، دقت داشته باش که از برنامه حذف نشیم. آلتاگین در کدام سال میلادی وفات نمود؟ کی؟ یک، دو، حساب کنین، سه، چهار، پنج، شش، هفت. نفهمیدن. آلتاگین؟ چی گفتی؟ اشرف غنی میگفتی اگر آلتاگین ولی. اشرف غنی خود هنوز حیات هستن. خود نمیگفت کدام سال زاده شد. فرار کرد. فرارش در سال 1400. خب مدست فار خود از برنامه هست و سیما یک تشویق کنیم که سال فرار اشرف غنی را. قیصر جان اگر کدام پیام داشته باشی که امرو در خدمت است. کدام پیام خاص ندار. چرا؟ خلاص پیام ها را گفتن کلشان. مقدس از کی بپرسم؟ یک نفر از دیگر کس نیست. از وسیم. وسیم، سفرنامه اثر کدام نویسنده است؟ یک، دو، سه، چهار، و پنج. متاسفانه که دومین چراغ خودت سرخ میشه و در امتیازت کم. سفرنامه اثر ناصر خسرو بلخی است. کف بزنیم به سفر مقدس. مقدس از کی بپرسم؟ از یه پرسند کده میتونم؟ اینا حذف شدن. وسیم جان، وسیم جان خودت یک چراغ سبز داری، پس دقت بیشتر داشته باش که از برنامه حذف نشی. بردگی یا غلامی در کدام سال میلادی در انگلستان منع قرار داده شد؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، نه، هشت، نو، ده و ده. هم یک در جنس یازده و دوازده. متاسفانم وسیم جان، متاسفانه خودت از برنامه حذف شدی. کف بزنین به افتخار مقدس. و جوابش هم در سال 1848 میلادی بود. اگر کدام پیام داشته باشی؟ پیام خاصی ندارم. وسیم جان خودت از شروع برنامه تا حال بسیار آرام استاده بودی. اما تا آرام هستی یا در برنامه آرام بودی؟ متاسف. تشکر از اینکه به برنامه آمدین. واقعا از جای دور آمده بودین. زیاد خوش شدیم که شما را دیدیم از نزدیک. و مقدس جان خودت با دو چراغ سبز و 5000 افغانی رفتی به مرحله بعدی. امیدوارستم که بتونی برنده 15000 افغانی از برنامه ما باشی و ما هم یک وقفه کوتاه داریم، زود برگردیم. سید وسیم حذف، سید قیصر حذف،
سید میثم حذف، احمد سمیر حذف، فیصل حذف، سید مقدس 70 امتیاز، دو چراغ سبز. بیننده های عزیز خوش آمدین به ادامه برنامه از کی بپرسم. قسمی که شما هم بیننده بودین، از بین 6 اشتراک کننده مقدس جان توانست که بیایه به مرحله بعدی با دو چراغ سبز. مقدس جان بسیار خوش آمدین. خوش باشین. تشکر. خودت دو چراغ سبز داری، فکر میکردی که خودت به مرحله بعدی بیایی؟ نه خیر. چرا؟ همه تو خنده کده آمدی. همه تو خنده خوش آمدی به مرحله بعدی. خوش آمده، میخواییم پس خوش بریم، نمیخواییم خفه بریم. خب انشالله که بتونی سوالا را پاسخ بدی و برنده 15,000 افغانی شوی خودت از برنامه. همه تو خوش بری. بخیر باشین انشالله. مقدس فعلا خودت 5,000 افغانی داری. در این بخش برنامه از خودت 7 سوال پرسیده میشه که 2 سوالش 4 جز داره، 2 سوالش 2 جز داره و 3 سوال دیگه شه باید خودت بر ما جواب بدی. هر سوال قیمتای مختلف داره. سوال اول ما ارزش 1000 افغانی است. سوال بعدی ارزش 1500 افغانی. اما تو 5500 بالا میره در صورتی که خودت جواب بدی. آماده هستی که ازت اولین سوال رو بپرسم؟ بله. سیدنی شلدون رمان نویس مشهور از کدام کشور است؟ الف فرانسه، ب آمریکا، جیم انگلستان، دال یونان. یک یونان، سه، چهار انگلستان، پنج. خودت در شروع یونان گفتی، بعدا انگلستان. کدامش؟ انگلستان. خودت انگلستان را انتخاب کردی و جوابت قفل شد. چند فیصد مطمئن هستی مقدس که جواب درست است؟ 50% مطمئن. 50%. اما متاسفانه که جوابت اشتباه است. خودت دومین چراغت سرخ میشه و جنگ کم تشویقش کنیم. مقدس جان، جواب درستش گزینه B آمریکا بود، اما خودت انگلستان را انتخاب کردی. اما فرق نمیکنه، هنوز خودت یک چراغ سبز داری و میتونی از یک چراغ سبز درست استفاده کنی. آماده است یک سوال دوم ازت بپرسم؟ بله. 4 جز داره، یکی از جزا جواب درست است و خودت کوشش کن که جواب درست رو پیدا بکنی. آماده استی؟ کار ساختمانی بند برق نقلو در کدام سال هجری شمسی تکمیل شد؟ الف 1330 هجری شمسی، ب 1382 هجری شمسی، جیم 1346 هجری شمسی و دال 1326 هجری شمسی. یک 1346، دو، سه، 86 و 5. کدامش؟ 86 کدام گزینه است؟ 1386 رو انتخاب کردی خودت که ما این گزینه رو هیچ نداریم. 1382 داریم. 82. 1346 داریم، 1326. 82 1300. خودت 1382 رو انتخاب کردی، گزینه B. چند فیصد مطمئن هستی؟ هیچ فیصد. هیچ فیصد خیلی معلوم است که جوابت اشتباه است. خودت در اول جواب درست را انتخاب کرده بودی، 1346 را، اما بعدا تغییر دادی، 1382 را انتخاب کردی که جوابت اشتباه است و خودت از برنامه حذف شدی. دم مشکل نیست. مقدس جان، اگر برات پیشنهاد داشته باشیم خودت قبول میکنی؟ ببینم پیشنهادتانو. 500 از ما چراغ بگی، ما 700 از سوال میپرسیم. نه برو ما را تیر. 500 از سوال میپرسیم. 500 چراغ بگی از ما، 1000 از سوال میپرسیم. چی میکنیم؟ پیشنهاد خوبی است. او رو میگیریم 500. میگیریم. همکارا برای مقدس جان یک چراغ سبز بتین. یک چراغ 500. اگه میگی سه چراغ تا سبز میکنیم در بدل 500 افغانی. سه دو میشه. همین مشوره میخوای بگیری از دوستات. اوخی. خب یکی شون 500، سه تا شون 500، می سه تا سایز دیگه 500 افغانی. سایز. سوالای آسان پرسون کن. سوال را گوش کن. فعلا پول خودت 4500 افغانی است. 500 از ما چراغ گرفتی. سوالی را که ازت میپرسم ارزش 1000 افغانی است. و دو جز داره، هر
جوابی را که خودت انتخاب کنی در اول قفل میشه. طول سلسله کوههای هندوکش غربی چند کیلومتر است؟ الف 758 کیلومتر. ای طرف ببین مقدس. ب 240 کیلومتر. یک 758 کیلومتر. دو خودت الف را انتخاب کردی، جوابت قفل شد. 758 کیلومتر. چند فیصد مطمئن هستی؟ 100%. 100%. آفرین. با چیش؟ به خاطر که بزرگترین کوه افغانستان است دیگه، نمیشه یه آدم دست کم بگیره به او خاطر. آفرین مقدس. کف زدن ها به خاطر این بود که چراغت سرخ میشه و خودت از برنامه حرف میشی و خوش خوش کرده میری از برنامه. خوب است، ای هم فرق نمی کنی. خوشحالی کرده میری از برنامه، وقتی رو خودت شروع خودت از برنامه بار دوم حذف شدیم. ما برات باز پیشنهاد داریم. نه دیگه، پیشنهاد قبول. یک بار گوش کن مقدس. 1000 از ما چراغ بگی، 2000 ازت سوال میپرسیم. نش. حالا خوش ما یک سوال پرسان کردیم. خودت یک چراغ داشتی و جواب را درست بر ما نگفتی. از این خاطر حذف شدیم. اونا میگه چای صبح نخوردیم بیا دیگه. بس از همه قطع آمان. خب. در بدل 4500 افغانی هم دو چراغ برات میتیم و هم 6000 افغانی اگر سوالا رو جواب بدی. نه تشکر. چرا که سخت هستی مقدس؟ نیستم سختی خب. خودت تصمیم نمیگیری مقدس، دوستایت برات تصمیم میگیری. ما که از لوگر آمدیم پیسه تیل موتر و موتر از یکی رمانت گرفتیم، پیسه تیل شد دیگه کس حالا که این هم بره اون بره، ما چه کسی پس موتر نفره تا لوگر ببریم. خیلی همون 4500 افغانی مبارکت باشه که پیسه خیر باشه، زنده باشه. بازم خوش آمدیم. خوش باش. اگر کدام پیام داشته باشی کم را در خدمت. نه پیام خاصی ندارم دیگه. یک پیام کوتاه. فقط از جوانا میخوایم که قاچاق نرن، اگه میخواین برن به کشورهای خارجی یا بیرون از افغانستان قانونی برن. هم پیسه شون کمتر در قانونی مصرف میشه و هم راحت هستن. بسیار خوب. تشکر مقدس جان. دوستای عزیز، این بود برنامه امشب ما که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همه شما عزیزان. حامی این برنامه، من برای شما پکیج جدید داروی ترک اعتیاد حیات پاک را پیشنهاد می کنم. این دوا بدون هیچ گونه درد، خماری و بیخوابی در ظرف 15 روز تمام زهر مواد مخدر را از وجود شما پاک می کند. شماره تماس 0787-1042.